جناب استاد رحیم پور سپاسگزاریم از اینکه وقت شریف خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. اگر صحبتی در ابتدا بینندگان عزیز دارید سلام علیکم می‌خواید بفرمایید تا ان شاءالله سوالات و فضای کلی بحث رو من عرض بکنم. در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متشکرم از حضرت عالی و عرض سلام می‌کنم به محضر مردم شریف تهران. امشب البته خب شبی است که نیاز به توضیح و تفصیل امثال ما خیلی نداره. تا چند ساعت دیگه خداوند امانت بزرگ خودش علی ابن ابی طالب رو پس میگیره، امانتی که او رو در واقع از بشریت پس گرفت. و من امشب رو نه فقط به شیعیان علی و دوستدارانش و نه فقط به همه بشریت، بلکه حتی به دشمنان علی به نظرم باید تسلیت گفت، چون علی برای دشمنانش هم رحمت بود، برای اونهایی که بیش از 40 سال این مجاهد راه خدا رو، این مجاهد خستگی ناپذیر راه خدا رو مزاحم خودشون میدیدن، و چه در دوره قبل از حکومت ایشون و چه در دوره حکومت ایشان زهر عدالت ایشون رو چشیده بودند و همواره آرزو میکردن یه روز دنیای بدون علی رو شاهد باشن. فکر میکنم حتی اونها هم از فردا احساس میکنن که جهان بدون علی خالی از معنا و حتی ضرورت ادامه حیات میشه. من تماس‌های زیادی داشتم آقای رحیم پور، هم تشکر می‌کردن از حضور مبارک شما در برنامه، هم ما رو مورد لطف و مرحمت خودشون قرار می‌دادن. منظور مجموعه همکارانم هم هست که این برنامه رو تقدیم و حضور می‌کنن. منتها یه سوال داشتم و نگران سلامتی شما بودم به خاطر سرفه‌های مکرری که می‌فرمایید. حالا خودتون اگر توضیح در ارتباط دارید بفرمایید. سرفه دیگه توضیح نمی‌خواد، دیگه از بیماری است دیگه. ان شاءالله که خدا شفا بده و به هر صورت ما امیدواریم که بتونیم برنامه خوبی و تقدیم حضور مبارک شما بکنیم و از شما میخواییم که برای شفای همه بیماران و به هر صورت این بیماری هم که عارض شده بر جناب استاد این دعا بفرمایید. خدمتتون عرض کنم به وقوع پیوستن انقلاب اسلامی، قیام پیامبرگونه حضرت امام، شهادت هزاران جوان برومند و سرفراز میهن اسلامی، همه تلاش ها و قیام قود ها در طی 20 سال گذشته، همون گونه که در شب های گذشته عرض کردم، به خاطر این بوده که یک حکومت دینی در ایران اسلامی ما تشکیل بشه، حکومتی مشابه حکومت حضرت علی علیه السلام. این فضای کلی بحث ماست که در حکومت اسلامی ما در شب اول ارتباط مردم با همدیگر رو جناب آقای رحیم پور توضیح دادن، مردم چه رابطه‌ای با هم دارن، لحاظ اقتصادی، لحاظ اجتماعی، سوالاتی که در این ارتباط بود، مسئله فقر، مسئله غنا، ثروتمندان، سرمایه‌داران و روایات و آیاتی هم که در این ارتباط به هر صورت استخراج کرده بودن بیان فرمودند و استفاده کردیم. از دیشب ما یک بحث جدیدی رو آغاز کردیم در ارتباط با اینکه حکومت در قبال مردم چه وظیفه‌ای داره، مسئولیت و وظایف حکومت در ارتباط با مردم از لحاظ اجتماعی و اقتصادی، که باز مطالبی رو مطرح فرمودن. و قبل از اینکه این بحث رو توضیح بدن، این نکته رو ما اشاره کردیم که تشکیل حکومت و حکومت اسلامی یک امر تدریجی و نسبی، یک مفهوم مطلق داره، یک مفهوم روشن و مطلق داره، ولی تحقق خارجی اون خدمت شما عرض بکنم که یک امر نسبی است. درست است کردم آقای رحیم؟ حالا بحثی که ما، سوالی که به طور مشخص دیشب از جناب آقای رحیم پور داشتیم و بقیه پاسخش موکول به امشب شد، این بود که حضرت علی علیه السلام، خب میدونید که 20 تا 25 سال طول کشید تا بر مسند خلافت نشستن بعد از رحلت پیامبر عالی مقام اسلام، و خب چند تا حکومت قبل از امام علی علیه السلام تغییر پیدا کرده بود که آخرین اونها حکومت عثمان بود. امام علی علیه السلام چه قبل از اینکه حکومت رو به دست بگیرن، یعنی در بعد به ورود که حکومت رو به دست گرفتن، انتقاداتی نسبت به حکومت قبلی خودشون، حکومت‌های قبلی خودشون و حکومت عثمان داشتن. تا اینجا بحث رسید جناب آقای رحیم پور، اگه این انتقادات رو شما بفرمایید یا مسائلی در این قبیل تا سوالاتتون مطرح بشه. چشم. اشارت که یک نکته راجع به فهمش اخیرتون عرض بکنم که تشکیل یک جامعه دینی یا حکومت دینی از حیث تئوریک هیچ اجمال و ابهامی لااقل تو گفتمان اسلامی شیعی درش نیست، ولی در مقام تحقق عینی و خارجیش البته همونطور که شما فرمودید مراتب داره تحقق خارجی اون، همونطور که یعنی تابع امکانات اجتماعی، همونطور که در زمان خود پیامبر و امیرالمومنین همینطور بود. در یه دوره از دوران صدر اسلام صاحبان حق ولایت و حکومت اصلا امکان تشکیل حکومت پیدا نکردن، و بخششون هم که پیدا کردن باز تا
تشکیل حاکمیت و ساختن اون جامعه دینی مراحل تدریجی داشت. اونجا هم به یه معنا با اینکه امام معصوم در رأس جامعه بود، این روند به اصطلاح سعی و خطا، آزمون و خطا وجود داشت، نه در مورد خود امام معصوم اما در مورد کارگزارانشون و آدمای دیگه که معصوم نبودن. ولی شما تو نهج البلاغه مکرر می‌بینید که ایشان استاندار یا قاضی افراد مختلف جاهایی نصب کردند و طرف هر شود بعد آدم فاسدی در میاد یا فاسد میشه بعد و حضرت عزلش میکنن، احضارش میکنن، مجازاتش میکنن یا وقتی احضار میکنن و فرار میکنه میره. بنابراین همطور که فرمودید ساختن جامعه و حکومت دینی یک پروژه لاینقطع هست و احتیاج به مهندسی اجتماعی دائمی و اجتهاد داره و یک ضریبی از خطاپذیری هم درش باید به رسمیت شناخته بشه، در دوران غیر معصوم به خصوص، در دوران معصوم هم تا اونجایی که به غیر معصوم مربوطه، یعنی کسانی دیگری که تو حکومت بازوان ایشان هستند. و اما راجع به فرمایشی که فرمودید، سوالی که فرمودید، من با اجازهتون یه مقدمه عرض بکنم که هم فضای دوران امیرالمؤمنین بعد از خلیفه سوم رو یه مقدار روشن‌تر بکنه و هم اشاره‌ای باشه به مخالفت‌هایی که با اصولگرایی علوی هم در اون دوران میشد، همین الان داره میشه با ادبیات و واژگانی دیگری، یه اشاره هم به او بکنم. امام علی بن ابی طالب صلوات الله علیه در دوره ای به حاکمیت رسید که مردم به دروغ شنیدن و دروغ گفتن تدریجا اعتیاد پیدا کرده بودن و وقتی یکی با اینها راست حرف میزد و صمیمی و صادقانه باشون صحبت میکرد درش شک میکردن. یعنی پذیرش امیرالمؤمنین تو اولین سخنرانی و خطابه بعد از خلافتش اصلا آسان نبود برای افکار عمومی و جامعه‌ای که بیش از دو دهه یا و حداقل یک دهه با دروغ شنیدن و دروغ گفتن عادت کرده بودن. و امیرالمؤمنین میراث بر حکومتی شد که مرده به دنیا آمده بود و در منطق اونها روش حرف زدن با مردم فقط زایده یک اقتضای سیاسی بود. یعنی وقتی هم که با مردم حرف می‌زدند باز نعل وارونه می‌زدند و قصدشون تفهیم و تفاهم و طرح مسائل صادقانه با مردم نبود. اگر از دین هم حرف می‌زدند برای این بود که جنسشون جور بشه. بالاخره تو جامعه مذهبی که نمیشه از مذهب هیچی نگفت. لذا اسلام شده بود یک بمب خونسا شده، یعنی قبلا چیزی بوده و حالا دیگه نیست. قبلا خطری داشته برای صاحبان زر و زور و دیگه حالا نداره، در دورانی که قبل از حضرت امیر بود. خب این طرز فکر از طرفی هم تناقض‌های خودش رو داشت، برای اینکه با محکمات اسلام ناسازگار بود و نمیشد اینجوری ادامه داد. معلوم بود که جامعه اسلامی نمیتونه تا ابد تو اون چنبره، به اصطلاح چنبره اون تناقض باقی بمانه. یعنی یه واژگانی غلیظ مذهبی و ارزشی مصرف بشه و واقعیت اما در جهت معکوس با نظر حرکت بکنه. مسئله هم خب مسئله فوق العاده مهمی بود و مطلقا قابل تساهل نبود از ناحیه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. امیرالمؤمنین باید اعتراض میکردن و کردند و اون فریاد رو نمیشد با نجوا منتقل کرد، اونم به کسانی که هنر شنیدن نیاموخته بودند، هنر راست شنیدن نیاموخته بودند، یعنی افکار عمومی اون دوران. امیرالمؤمنین با انسانوارهایی روبرو بود که اینا با خرافات زندگی میکردن، خرافاتی که در واقع مال دوره جاهلیت قبل از اسلام بود و دوباره بعد از پیروزی، بعد از یکی دو دهه دوباره برگشته بود به افکار عمومی و در داخل حاکمیت هم نفوذ کرده بود. و امام مواجه بود با کسانی که اینها از بردگی و جهل خودشون به روش خودشون دفاع میکردن و از طرفی خب میدونید همونطور که آدم خرافاتی دلائلش هم خرافاتی است، آدمهای فاسدی هم بودند که دلائلشون برای مخالفت با علی مثل خودشون فاسد بود و اینجوری بود که یه ائتلافی اتفاق افتاد، نوشته یا نانوشته.